سلام دوستان، ظهر همگیتون بخیر. همونطور که قبلا هم گفتیم کلاس های درسی آنلاینمون رو بهونه کردیم تا یک مجموعه هم با نام آموزش پایتون مقدماتی ریکورد کنیم و این رو در شبکه های مثل آپارات به صورت رایگان در اختیار بقیه هم قرار بدیم. پس این یک کلاس آنلاین، دوستانی هستند در این کلاس و طبیعتاً این دوستان از من سوالاتی خواهند پرسید و من سعی میکنم حالا سوال رو هم برای شما بخونم، چون در نسخه ریکورد شده شما اسم دوستان و چت های دوستان رو نخواهید دید. بعد ما یک بخشی داریم که با دوستان به صورت فرد به فرد کار میکنیم و مسئله حل میکنیم. حالا بعداً اونها رو هم براتون ریکورد خواهیم کرد. برگردیم سراغ ادامه بحث. ما جلسات گذشته با مفاهیم اولیه برنامه نویسی که شامل تعریف متغیرها، استفاده از ساختارهای چی؟ استفاده از ساختارهای داده‌ای فعلا در حد متغیرها، دستورات کنترلی، عملگرهای محاسباتی، عملگرهای مقایسه‌ای و مقدمه‌ای بر حلقه‌های تکرار بود رو بیان کردیم. حالا اینجا توضیح دادیم. البته هنوز ما وارد فاز برنامه نویسی نشدیم که مسئله هایی مطرح کنیم و شما بتونید با استفاده از دانشی که دارید این کدها رو برای ما بنویسید. فقط دوستان یک خواهشی کردم، گفتم اینجا شما نبایستی اصلا ناامید بشید، ناامید شدن نداریم. من انتظار دارم حالا در این 3 ویدیو اول، در 4 ویدیو اول فقط شما حرفهای من رو متوجه بشید. یعنی من انتظار ندارم که شما بتونید این کدها رو بنویسید، فقط حرفهای من رو متوجه بشید برای من کافیه. اما نه، ما احساس میکنیم پوررضا اصلا داره با یک زبان دیگه صحبت میکنه. من اصلا متوجه ایف و الس و نمیدم حلقه فور نمیشم. اینجا بایستی یک مقدار نگران بشیم و از من سوال بپرسید. از من بپرسید که مثلا این مطلب رو برای ما توضیح بده. در مورد کاربردهای برنامه نویسی هم من گفتم در موردهای متفاوتی میتونیم ما مثلا بگیم تجارت الکترونیکی برای دوستانی که رشتهشون مهندسی نرم افزاره و دیتا ماینینگ در مورد مهندسین مثلا پزشکی، مهندسین مثلا صنایع و بقیه رشته ها. شما یک حجم بسیار بسیار زیاد از داده ها رو دارید، مثلا همین بیماری کرونا رو در نظر بگیرید. بعد اینجا مثلا آزمایش هایی که انجام شده، نمونه های خونی، داروهایی که دادن. الان مثلا دنیا رو مثلا سرچ کنید، تمامی این کشورها اومدن اینها رو در یک دیتابیس هایی قرار دادن. الان برنامه نویسی میاد دیتا ماینینگ میکنه، میاد از اینها استخراج دانش میکنه، میگه اونجایی که مثلا فلان دارو رو اول داده بودند نشون میداد که مثلا روند بهبودی خیلی بهتر شده. یک نمونه از هندوستان رو انتخاب میکنه، یک نمونه از برزیل رو انتخاب میکنه و الاخر. پس واقعیت اینه این روزها بدون استفاده از برنامه نویسی ما در شاخه های مهندسی واقعا عقب میمونیم. یعنی الان دقت کنید پزشکا هم دیگه اکثر کارهاشون رو دارن با استفاده از دستگاه هایی انجام میدن که اینا رو کامپیوترها کنترل میکنه و رشته مهندسی پزشکی هم دقیقا همین کار رو برای اونها انجام خواهد داد. من سریع یک گشتی بزنم ببینیم سم x مساوی 12 نوشتیم، تعریف یک متغیر. بعد اگه یادتون باشه اومدیم گفتیم print کن تایپ این متغیر من رو، گفت که خب این از int هاست، یعنی این یک عدد صحیحه. بعد اگه یادتون باشه float ها رو گفتیم، یعنی عدد های اعشاری رو گفتیم. در کنار float ها اومدیم و اگه یادتون باشه مثلا string ها رو گفتیم، گفتیم string ها به چه شکلی هستند، رشته ها. مثلا نوشتیم مثلا my name مساوی مثلا هادی. بعد مثلا اومدیم در کنار این همین print رو نوشتیم و الاخر.
بعد ساختارهای کنترلی if یک شرطی نوشتیم، مثلا اگه این متغیر ما، مقدار متغیر ما بزرگتر است از مثلا عدد 10، این دستور رو اجرا کن. یک دستور ساده هم اونجا نوشتیم و شما دیدید که در خروجی این هلو برای ما ظاهر شد. ایف و else رو هم توضیح دادیم و دیگه آخرین بحثمون چی بود؟ آخرین بحثمون راجبه حلقه های تکرار بود. یک حلقه مثلا تکرار فور نوشتیم، نوشتیم فور مثلا یک شمارنده در نظر بگیریم این رنج مثلا 5، پرینت کن این ستاره رو. چرا از دبل کوت ها دارم استفاده میکنم؟ چون میخوام رشته دقیقا چاپ بشه. ببینید الان مثلا چیکار کردیم؟ یک متغیری به نام آی تعریف کردیم، گفتیم تا زمانی که در رنج 5، یعنی از عدد 0 شروع کن تا عدد 4. اینها بحث جلسه قبل هستن. پیج درسمون رو نگاه کنید یا پیج آپاراتمون رو نگاه کنید، این ویدیوها رو اونجا داریم. کسی متوجه نشد لطفا بره و حتما اونها رو ببینه. پس اینجا 5 بار این کاراکتر ستاره هم برای من ظاهر شد. اما از امروز به مدت حالا 2 جلسه ما میخوایم در مورد ساختار داده ای به نام لیست ها صحبت کنیم. پس ساختار داده ای لیست، اجازه بدید اول بیایم ببینیم ساختار داده ای چیه. ساختار داده میگه مجموعه ای از داده های به هم مرتبط، مجموعه ای از داده های به هم مرتبط که معمولاً دارای یک نام می باشند، که معمولاً دارای یک نام می باشند و عملگرهایی برای آنها تعریف شده است. یک سری عملیاتهایی هم بر روی آنها تعریف شده. میگید چی؟ من میگم لیست کلاس. لیست کلاس. الان من اگه بگم مثلا لیست کلاس رو برای من آماده کنید، حالا فکر کنید اون زمان کلاس های حضوری مثلا شما می اومدید و می رفتید آموزش پیش مثلا آقای نوروزی، می گفتید لیست کلاس رو برای من پرینت کنید. لیست کلاس رو می گفت کدوم کلاس؟ شما می گفتید کلاس برنامه نویسی پوردزا. پس این که لیست ما دارای یک نام بود. خب چه ارتباطی بین شما بود؟ همه شما این درس رو به عنوان یک درس برنامه نویسی انتخاب کرده بودید. پس ما بگیم لیست. حالا یک لیست به چه شکلی تعریف میشه؟ یک لیست به چه شکلی تعریف میشه؟ من اینجا بنویسم my list مساویه یک آکولاد باز میکنم. فرض کنید در مورد اول من لیستی از عددهای صحیح رو دارم. لیستی از عددهای صحیح. پس می نویسم مثلا هر عددی می تونه باشه. فرض کنیم یک سری نمرات هم. ببینید هیچ ترتیب خاصی ندارند. هیچ قانون خاصی ندارند. من از خودم چند تا عدد نوشتم. پس الان من یک متغیری دارم. این متغیر من از نوع لیسته. شما میگید از کجا من تشخیص بدم؟ خب جلسه قبل ما یاد گرفتیم print type my list. print type my list نشون داد که کلاس لیسته. دقت کنید class list. پس یک لیست به چه شکلی تعریف میشه؟ تعریفش به این شکل دقیقا. بله من میدونم دوستانی هستن یک مقدار پایتون کار کردن، میگن لیست ما در پایتون برخلاف زبان سی، برخلاف جاوا میتونه شامل انواع متفاوتی باشه. مثلا من اونجا هادی هم بنویسم، علی هم بنویسم، 12.5 هم بنویسم. منم با شما موافقم. اما ما دیگه در اون لیست ها نمیتونیم هیچ عمل دیگه تعریف کنیم.
منظور از عملیات در لیست ها چیه؟ مثلا من بگم مرتب سازی لیست ها. دیگه وقتی من نوشتم هادی و وقتی نوشتم 12، من نمیتونم بگم هادی بایستی اول نمایش داده شه یا مثلا عدد 12 اول بایستی نمایش داده بشه. خب پس من در ساده ترین حالت میتونم بنویسم print. پس ببینید print my list، لیست من رو در خروجی برای من نشون بده و این میاد اینها رو به این شکل نشون میده. ببینید لیست مانند نشون میده. پس من چطوری یک لیست رو تعریف کنم؟ اینجا من نوشتم به این شکل. چطوری لیست رو پرینت کنم؟ به این شکل. جلسه قبل ما حلقه های تکرار رو هم خوندیم. با استفاده از حلقه های تکرار هم میتونیم این کار رو انجام بدیم. الان من می‌نویسم print my list صفر. ببینید چه اتفاقی افتاد. گفتم عددی که در خونه شماره صفر قرار داره. پس اینجا خونه شماره صفره، اینجا خونه شماره یک یا خونه شماره اول، اینجا خونه شماره دوم و اینجا هم خونه شماره سوم. پس نکته بعدی که دوستان بایستی به یاد داشته باشن، عناصر لیست ها در زبان پایتون از خونه شماره صفر شروع خواهند شد. پس خونه شماره صفر رو که گفتم پرینت کن، عدد 20 رو در خروجی برای من نشون داد. پس اگه من این پایین بنویسم پرینت مثلا مای لیست خونه شماره 1 رو الان به من نشون بده، شما می‌بینید که عدد 17 رو نشون میده. پس اینجا صفر بود، اینجا هم 1. آیا ما میتونیم عناصر لیست رو عوض کنیم؟ بله، من میتونم بنویسم my list صفر مساویه مثلا بنویسم 99 print my list. الان ببینید لیست قبلی چی بود؟ خونه شماره صفر عدد 20 بود. الان با استفاده از یک دستور انتصاب من اومدم و این عدد 99 رو به جای این عدد 20 قرار دادم. یعنی ما میتونیم عملا این کار رو هم انجام بدیم. یک سری داده هایی تولید شده بود، بعد من اونها رو بررسی میکنم، میبینم این داده جاش اینجا نیست، یک داده دیگر رو جای اون مثلا قرار میدم. پس عمل انتصاب هم در لیست ها دقیقا به این شکل خواهد بود. خب حالا در صحبت چی شد؟ صحبت پرینت کردن لیست ها شد. من اجازه بدید یک بار دیگه بنویسم print my list. خب اینجا بنویسم مثلا 1 تا 3. ببینید چه اتفاقی افتاد. اونهایی که حالا زبانهایی مثل سی و مثلا جاوا رو میخونند اصلا تابع دارند برای این. حالا اونجا میگن متد داریم که این کارها رو انجام میده، یک سری برش هایی رو انجام میده. من گفتم مای لیست رو چاپ کن اما از خونه 1 تا خونه شماره 3. خب پس ببینید خونه 20 این 99 رو دیگه نشون نداد، اومد این رو نشون داد، این رو نشون داد. پس 0 بود، 1 بود، 2 بود، خود 3 رو دیگه ظاهر نکرد. خود 3 رو دیگه ظاهر نکرد. پس اگر در امتحانی در مصاحبه یک نفر از شما پرسید print my list 1.3 چی رو نشون میده، شما باید بیاید خونه شماره 1 رو پیدا کنید، دقیقا مثل همون کاری که با رنج ها می کردید دیگه، درسته؟ اولین رو در نظر می گرفتید و بعد می گفتید اون آخری دیگه حساب نیست. پس 1 تا 3، پس اومدیم گفتیم این 1ه، بعد این 2ه، دیگه خود 3 رو هم دیگه نمایش ندادیم. خب
بعد آیا من میتونم از یک خونه مثلا بیام این ورتر رو چاپ کنم یا اون ورتر رو چاپ کنم؟ ببینید، یک لحظه دقت کنید، این سه رو با این سه اشتباه نگیرید دوستان، این دیتاست. خب پس اجازه بدید مثلا من همین رو اینطوری بنویسم، مای لیست صفر و یک و دو دیگه، دو مساوی مثلا یه عدد دیگه این. بعد بنویسم پرینت مای لیست دوباره یک تا سه. یه لحظه به ذهن خودم هم اومد، ببینید این سه هیچ ربطی به این سه نداشت، میگه داده هایی که توی این خونه ها قرار گرفتن. پس لیست شما اینطوریه، یعنی لیست شما اینطوریه، خونه شماره 0، خونه شماره 1، خونه شماره 2، خونه شماره 3. بعد دیگه همچین چیزی بنویسیم، یعنی از یک شروع کن، یک، پس 17 رو چاپ میکنه، بعد این رو چاپ میکنه، ولی دیگه خود 3 برای ما قابل قبول نیست. اشتباه از من بود، من نبایستی اونجا 3 رو مینوشتم. میگیم از یک شروع خواهد کرد، خود یک رو مینویسه، دو رو مینویسه، دیگه سه رو نخواهد نوشت. میتونستیم هر عددی بنویسیم، اگه لیستتون بزرگه بنویسید تا 50. اما در کنار این من میتونم بنویسم print my list یک دو نقطه، یک دو نقطه. خب یک دو نقطه یعنی چی؟ یعنی از خونه شماره یک شروع کن به نوشتن، اون ور دیگه آزادی تا آخر لیست رو برو. پس اون ور رو شما آزادید، میتونید تا آخر لیست برید، اما جایی که شروع خواهی کرد خونه شماره یکه. برعکس رو هم داریم، print my list مثلا بنویسم دو نقطه سه، یعنی از خونه شماره 0 شروع کن تا بیا خونه شماره 2 دیگه. گفتیم این خودش حساب نیست، اگه این ور بنویسیم حسابه، اول باز همیشه حسابه، آخر باز حساب نیست. پس اگه من اینطوری بنویسم، خونه شماره 0، خونه شماره 1، خونه شماره 2 رو برای من نمایش خواهد داد. اینا حالا در مورد برش لیست هاست. مثلا میتونید اینو به این شکل تصور کنید، فردی یک آدرس ایمیلی رو وارد کرده، ما هم میدونیم که اون علامت ادساین کجا قرار داره، مثلا نوشته purreza@ مثلا gmail.com. خب بعد من میخوام فقط افرادی در این سایت عضو شند که ایمیلشون در سایت سراج، مثلا سراج.ac.ir. میگم اگر حالا این قسمت دوم رو چطوری برش بدم، من اگه متوجه بشم که مثلا اون خونه ای که این علامت ادساین قرار داره، حالا در مثال های بعدی خواهیم دید اون علامت ادساین قرار داره خونه شماره یکه، میتونم بنویسم این رو داخل یک رشته قرار بدم و با مثلا سراج.ac.ir این رو مقایسه کنم. خب یک مقدار بله، اون دوستانی که الان چه در کلاس منن چه در آینده میخوان این ویدیوها رو ببینن، یک مقدار اوایل ما راجع به این لیست ها اشتباه خواهیم کرد، اونم به خاطر اینکه پایتون میاد و این انتها رو در نظر نمیگیره. زبان های مثل سی و جاوا اینطوری نیستند. خب حالا من میتونم با استفاده از چی اینا رو پرینت کنم؟ من میتونم با استفاده از حلقه فورم اینا رو پرینت کنم. بنویسم فور آی این مای لیست، پرینت آی. ببینید تمامی اون عناصر لیست رو خب برای من در خروجی ظاهر میکنه. حالا اینجا اون دوستانی که در مثلا کلاس های زبان سی هستن میگن ما هم میتونیم دقیقا این کد رو براتون بنویسیم، پس ما هم میتونیم یک حلقه فور تعریف کنیم. تک تک اونا به این لیست نمیگن، فعلا اونا به این آرایه خواهند گفت، میگن تک تک عناصر آرایه رو
در خروجی نمایش خواهیم داد. چند تا مثال بزنم، این قسمت که یک مقدار براتون مبهم بود رفع ابهام خواهد شد. یعنی من نمیخوام هی تکرار کنم و شما هم فکر کنید که نه این به چه شکلیه. نگران نباشید، فعلا این رو به این شکل داشته باشید، این مثال ها رو توی ذهنتون داشته باشید تا برگردیم. الان ولی من میخوام یک کاری بکنم که اون دوستانی که برنامه نویسی مثلا سی رو میخونند نتونن این کار رو انجام بدن. خب پس من مینویسم if خب مثلا 99 in my list print hello. و شما میبینید که من میتونم با یک دستور if بسیار ساده تمامی عناصر رو سرچ کنم و اگه 99 در این لیست باشه که ما میدونستیم اینجاست، این عبارت رو پرینت کنم. اینجا دیگه برنامه نویسان سی نمیتونن این کارها رو انجام بدن. حتی من یک حلقه تکراری بدن خواهم نوشت for. for دارای یک دستور else خواهد بود. یعنی اصلا در زبان سی و سی شارپ و نمیدونم جاوا شما for else ندارید. if و else دارید ولی for و else ندارید. این یک مصاحبه داره، حالا فرصت کنیم در یکی از کلاس ها من اون رو به صورت فیلم پخش میکنم. خود طراحان پایتون بودن که میگفتن ما انقدر مجبور شدیم در داخل حلقه for break بزنیم، گفتیم for else رو هم پیاده سازی کنیم. ساختار بسیار جالبیه، راجع به اون هم صحبت خواهم کرد. خب تا این قسمت رو فرض میکنم که همه ما بلد شدیم. تعریف کردن یک لیست، به چه شکلی من یک لیست رو تعریف کنم. این بالا رو نگاه کنید، لیست من به این شکل تعریف شد. بعد چطوری میتونم عناصر لیست رو پیمایش کنم، یعنی با استفاده از یک حلقه فور اینها رو نمایش بدم. خب بعد چطوری من میتونم یک عدد یا مثلا عنصر خاص رو در یک لیست پیدا کنم به این شکل. حالا تا این قسمت رو فعلا که حالا مثلا انتظار داریم مثلا اکثر ما بدونیم که به چه شکلیه. پس اگه حالا ندونستید یک بار این فیلم رو بیاید اول و میبینید که همه چیز رو من اونجا خیلی آروم توضیح میدم. چون مطلبمون زیاده و ما میخواییم در دو جلسه این لیست ها رو تموم کنیم، یک مقدار مطالب رو پشت سر هم خواهم گفت. خب حالا یکی از دوستان میگه پور رضا اومدی تعریف کردی گفتی my list مساویه مثلا 11 و 22. شما دیگه از قوانین متغیرها میدونید دیگه، من اگه دوباره همون لیست رو تعریف کنم مثل اینکه یک بار نوشته بودم a مساویه 2، دوباره نوشتم a مساویه 5، دیگه اون a مساویه 2 از حافظه پاک میشه و a مساویه 5 که برای ما قابل اعتباره. خب میدونید که به چه شکلیه. خب ببینید دوستان، ما یک لیست تعریف کردیم. این لیست من اسمش الان چیه؟ اسمش مای لیسته. حالا دوستان میگن آیا ممکنه ما به این لیست یک عدد دیگه هم اضافه کنیم؟ بارها اتفاق افتاده بود زمان حذف و اضافه، اگه یادتون باشه دانشجوی جدیدی وارد کلاسمون میشد میگفت پور رضا این لیستی که شما گرفتید، یعنی این پرینتی که شما دارید مال قبل از حذف و اضافه است، من این درس رو در زمان حذف و اضافه انتخاب کردم، پس اسم من در لیست نیست. پس من یک لیستی دارم، الان میخوام یک عضو جدید به این لیست اضافه کنم. کافیه بنویسم my list dot append مثلا چی؟ مثلا یه عدد دیگه 99. پس ببینید برای اضافه کردن یک عضو جدید به لیست از متدی به نام append استفاده خواهیم کرد. اینا رو متد خواهیم گفت. ببینید نام متغیر رو می نویسند، یک نقطه می زارند، فعلا چون هنوز OOP یاد نگرفتیم یا برنامه نویسی مبتنی بر اشیا رو بلد نیستیم در همین حد بدونید. خب
پس نام متغیر رو می نویسند، یک علامت دات می زارند و بعد به دنبالش می نویسند append، یعنی append کن به این لیست دیگه، append کن به این لیست. خب پس الان اگه دقت کنید من بنویسم print my list 99 به انتهای لیست اضافه شد. خب پس شما هم یک چایی بخورید. خب ببینید دوستان الان طبیعیه دیگه، من فکر کنم به کجای لیست اضافه شد، من میگم به انتهای لیست اضافه شد، اما آیا ترتیب عناصر در لیست ها برای ما مهمند؟ جواب هم میتونه بله باشه، هم میتونه خیر باشه. آیا اینکه مثلا هادی اول نوشته شده یا رضا اول نوشته شده در یک لیست حضور و غیاب برای من مهمه؟ نه، برای من مهم نیست. اینکه مثلا یکی از دوستان اسمش مثلا آخر لیست وسط لیست فرقی نمیکنه، اما یک جاهایی میتونه این برای من بسیار مهم باشه. مثلا فرض کنید ما در مؤسسه سراج مثلا 50 تا واکسن خریداری کردیم، میخوایم بر اساس یک لیست به اون گروه های حساس مثلا تزریق کنیم. دیگه اینجا کسی نمیتونه بگه پور رضا توی کلاس گفت که نه دیگه ترتیب مهم نیست، پس بی زحمت اول واکسن من رو بزنید بعد بقیه هم استفاده کنن. شما میگید نه دیگه، اینجا برای من ترتیب بسیار مهمه، من میگم اول کادر درمان، بعد میگم مثلا گروه های حساس، بعد 100 سال مثلا نوبت پور رضا میرسه. پس اینجا به این شکله. اگه من بخوام اسمهایی مثلا بگم داده هایی از نوع کاراکتر تعریف کنم، بنویسم مثلا my names، یا مثلا بنویسم names، name رو نمی نویسم چون name در اکثر حالا زبان ها کلمه رزرو شده است، سعی کنیم از این متغیر ها استفاده نکنیم، مساویه یه سری اسم بنویسم. اینم لیست دیگه، درسته؟ names شما برابر با همین شد. پس من میتونم بنویسم print names، این هم اسمهای شما. بعد میتونم چیکار کنم؟ بنویسم names dot append قولی، قولی رو هم به این لیست اضافه کنم. و شما قولی رو هم اینجا میبینید. بستگی به کاربردمون داره. حتی پایتون به ما اجازه میده عدد هم وارد لیست کنیم. در یه جاهایی میتونیم این کار رو انجام بدیم. من گفتم فعلا وارد اون مقوله نشیم، چون من میخوام یک سری پردازش هایی هم روی این لیست ها انجام بدم. پس ما دیدیم که مثلا میتونیم با استفاده از، حالا من متد میگم، فعلا متد بدونید تا بریم سراغ اون قسمت از درسمون. نوشتم append یعنی اضافه شه به لیست. ممکنه یکی از دوستان اینجا برگرده بگه نه، من میخوام اینو یک جای خاصی از لیست اضافه کنم. اون موقع به جای append از متدی به نام insert استفاده میکنن. پس همین names رو در نظر بگیرید. من می‌نویسم names dot insert یک و قمر. قولی و قمر از مثال های معروف کلاس های برنامه نویسی ما. پس ببینید نوشتم names dot insert، اینجا بود names dot append print names. ببینید گفتم در این مکان، در مکان شماره یک قمر رو قرار بده. بقیه چی شدن؟ شیفت پیدا کردن اومدن اینور. insert هم دقیقا معنی انگلیسیش به همینه دیگه،
اینسرت کردن، یعنی اینا رو شیفت بدیم بیاریم این بر و این رو اینجا قرار بدیم. برید الان کلاس برنامه نویسی سی بخوان یک همچین کاری انجام بدن، وای باید اول فانکشن تعریف کنن، بعد فانکشن بیاد یک خونه خاص رو در نظر بگیره، اینا رو شیفت بده، هول بده بره اون ور، تازه اگه آرایه جا داشته باشه و بعد اون داده رو اونجا قرار بده. یعنی این کارهایی که ما اینجا انجام میدیم توی کلاس برنامه نویسی سی مثل یک معجزه است. یعنی باور نمی کنن که شما جلسه سوم میتونید این کارها رو انجام بدید. خب گفتم زبان پایتون یک مقدار زبان متفاوت تریه، کاربردی تریه، ما میتونیم خیلی کارها رو به آسونی انجام بدیم. خب پس این هم چی بود؟ این هم از لیست ها. بعد شما ممکنه بگید خب پور رضا ما میخوایم یک کاری انجام بدیم، یه چیزی رو حذف کنیم از لیست ها، مثلا این قمر خانم شلوغی کرده، پور رضا میخواد اینو از کلاس حذف کنه. کافیه در حالت اول بنویسم names.remove قمر، name.remove قمر، print names. این کار من رو خیلی راحت میکنه. باز برید اون کلاس برنامه نویسی سی، اونا نمیتونن همچین کاری انجام بدن، اونها نیاز دارن خونه رو بدونن، کدوم خونه است، خونه رو تشخیص بدن مثلا با یک جستجوی خطی، بعد این رو ریموو کنن. البته ما در سی شارپ نه، میتونیم به این شکل مثلا ریموو کنیم. خب پس کار من اونجا خیلی آسان تر خواهد بود. پس اگه میخوایم ریمووش کنیم، یکی از راهکارها اینه من اسمش رو بدونم، بندازمش بیرون. خب اسمش رو بدونم، دانشجو داشت شلوغی میکرد، یک لحظه پور رضا عصبانی شد، گفت اسمت چیه؟ گفت من قمرم. منم گفتم پس من چون پایتون بلدم names.remove قمر تو رو از کلاسم حذف کردم. اما ممکنه یکی از دوستان بگه من میخوام بر اساس خونه حذف کنم. خب اونجا می‌نویسیم delete کن names شماره صفر رو، دلیت کن names صفر رو. الان بریم سمت print names. شما در خروجی دیگه خبری از این دوستمون علی نمی بینید. چرا؟ این در خونه شماره صفر بود و من با استفاده از این دستور اینو از خونه شماره صفر حذف کردم. حذف کردم، بقیه یک شیفت پیدا کردند اومدن این ور. یعنی الان بنویسم print names صفر، چیزی که در خروجی برای من نشون داده میشه رضاست. خب اون از اونجا حذف شد، بقیه یک شیفت پیدا کردن به این سمت. پس روش دوم چیه؟ روش دوم استفاده از دل هستش. حالا به اینجا که ما رسیدیم، بد نیست یک روش دیگر رو هم بدونیم و اون هم استفاده از پاپ خواهد بود. من بنویسم پاپ، اگه دقیق نشه، آره names.pop مثلا یک، names.pop یک. چه اتفاقی افتاد؟ یه بار دیگه names رو ببینیم. در خونه شماره یک هادی نشسته بود، هادی اونجا بود. بعد چه اتفاقی افتاد؟ مثل این که من نوشتم دل names یک دیگه، درسته پاک شد، الان دقیقا همینه. اما یه اتفاق دیگه هم افتاد، این هادی اینجا برای ما ظاهر شد، اینجا هادی برای من ظاهر شد. حتی من میتونم بنویسم names.pop خالی بذارم، قولی اومد بیرون، یعنی این آخری اومد بیرون.
اینجا پاپ حالا یک مقدار جلوتر برید، درسی به نام ساختمان‌های داده داریم. اونجا میگن ما یک ساختاری داریم به نام پشته یا استک. حالا این استک کارش چیه؟ میگن این استک یک ساختار داده first in، ببینید first in last out، یعنی اونی که اول وارد شده آخرینی خواهد بود که از اینجا خارج خواهد شد. حالا دوستان میگن منظور چیه؟ من میگم خب ما تصمیم گرفتیم چندین جلد کتاب رو با هم مطالعه کنیم. کتاب اول، کتاب دوم، کتاب سوم، کتاب چهارم، اینا رو همینطوری روی هم بذارید. حالا سوال اینجاست، اولین کتابی که شما میخونید کدوم کتابه؟ اولین کتابی که شما میخونید کدوم کتابه؟ پس طبیعتاً میگید آخرین کتابی که روی میز گذاشته بودم. دقیقا اینا شما در زندگی روزمره دیدید، بشقاب ها رو میشورید روی هم قرار میدید، روی هم قرار ندید که لکه میشه و کرتک میخورید. خب پس خشک میکنید بعدا روی هم قرار میدید. خب اولین بشقابی که برمیدارید آخرین بشقابی که اونجا گذاشته بودید. مثل من عجله کنید برای رفتن به فرودگاه، یعنی اول از همه اونجا باشید و چمدونتون رو اول از همه بدید، در اون مقصد بایستی بشینید منتظر شید همه چمدون ها بیان و چمدون شما آخرین چمدونی خواهد بود که از اونجا میگیرید. آسانسور بسیار کوچیک و باریکیه، چند نفر سوار شدند، آخرین نفری که اومده اونجا اولین نفری خواهد بود که بیرون خواهد رفت. اینم هم دقیقا همون کار رو انجام میده. یعنی من اگه لیستی داشته باشم، ببینید فرض کنید اول رضا اومده بود بعد قلی اومده بود، الان چی شد؟ اول قلی اومد بیرون و بعد رضا میاد بیرون. یعنی شما اپند میکنید اینور و بعد اینسرت کنید اینور و از اینور هم مثلا پاپ کنید، دقیقا میتونید مثلا یک استک رو پیاده سازی کنید. کاری که دانشجویانی که حالا سی میخونن بعد از این میرن برنامه نویسی پیشرفته رو میخونن، بعد از برنامه سازی پیشرفته تازه در درسی به نام ساختمان داده ها این کار رو انجام میدن. ولی شما خیلی ساده میتونستید همینطور بنویسید names.insert، insert کجا بشه؟ صفر و مثلا اسمی، حالا چی بنویسیم؟ مثلا بنویسیم فرهاد. خب اینو خیلی ساده میتونید بنویسید، پس print my list، نه دیگه names بود که ببخشید، print names. الان ببینید فرهاد کجا آمد؟ اینجا آمد دیگه. الان پاپ بشه چی قراره پاپ بشه؟ رضا قراره پاپ بشه. یعنی میتونید با استفاده از این اینسرتاتون رو انجام بدید، با استفاده از این پاپ ها رو انجام بدید و این صحبت ساده ای که ما انجام دادیم برابر با یک کار کلاسی در حد 3 نمره مثلا درس ساختمان داده هاست. چرا؟ چون توی پایتون دیگه کارها خیلی خیلی آسون انجام میشه. اونجا میان اینا کلاس تعریف میکنن، بعد در داخل کلاس متد تعریف میکنن، ایف میذارن، اگه به صفر رسیدیم چه اتفاقی بیفته، اگه آرایه ما پر شد چه مشکلاتی پیش میاد که ما اینجا اونها رو نخواهیم داشت. خب اگه ما بخوایم یک لیست رو تمیز کنیم، کلن دیگه حذفش کنیم، کافیه بنویسیم names.clear، تمیزش کن. پس print names، دیگه خبری از names دیگه، درسته؟ print names. ببینید که دیگه این لیست من چی شد؟ لیست من خالی شد. قبلا این لیست شامل اینا بود و الان این رو خالی کردیم. مثلا ما در مورد سمالایو این کار رو انجام دادیم. در مورد سمالایو ترم قبل من کلی درس داشتم، الان دیگه اونا رو پاک کردم، درس های جدیدم رو اونجا اضافه کردم. پس من میتونم با استفاده از این روش بیام و چیکار کنم؟ لیستم رو تمیز کنم. در کنار این ما میتونیم لیست های عددیمون رو print my list
لیست های عددیمون رو میتونیم مرتب سازی کنیم. البته این خودش مرتب سازی شده است. پس اجازه بدید یه چیزی بهش اضافه کنم. بنویسم my list. تمرینی هم بشه دیگه. dot append. my list dot append. مثلا چی؟ یه عددی بذارم که کوچیکتر بشه. 5. این 5 به اون انتها اضافه شد. یه print. my list 5 به اون انتها اضافه شد. پس من میتونم بنویسم my list dot sort. لیستم رو مرتب کن. ببینید sort به انگلیسی به معنی مرتب سازیه. حالا من میتونم بنویسم print my list و شما یک لیست مرتب سازی شده خواهید دید. خب یک لیست مرتب سازی شده خواهید دید. حالا ممکنه یکی بگه که چطوری بشه اینو برعکس مرتب سازی کرد. یک روش داره که فعلا وارد اون بحث میشیم. من میگم ساده اینو ریورس کنیم. پس بنویسم my list dot reverse. ریورسش کن، معکوسش کن. پس print my list. شما در خروجی الان میبینید که این لیستی که داشتیم به این شکل کاملا حالت معکوس به خودش گرفته. کاملا حالت معکوس به خودش گرفته. خب حالا این قسمت ها رو یاد گرفتیم. یک چیز دیگه هم میتونیم اینجا انجام بدیم و اونم پیدا کردن تعداد عناصره. پس من بنویسم my list dot count count مثلا 22. نوشت یک. میگه در لیست شما یک عدد 22 قرار داره. پس اگه می نوشتم مثلا لیست من شامل 5 عدد 22 بود، مثلا این نشون میداد که شما 5 عدد 22 دارید. count میاد یک عنصر خاص رو در این لیستمون سرچ میکنه و تعدادش رو برای ما برمیگردونه. فعلا متدامون یک مقدار زیاد شد. پس فعلا ما میگیم این بخش اول بحث لیست ها. تا در ویدئوی بعدی بقیه بحث لیست ها رو با هم ادامه بدیم.